با سلام، سومین برنامه نام‌ها و یادها همچنان در بالکن خانه آقای مرتضی لطفی در گوشه از جنوب پاریس در کنار یک کلیسا و صحبت‌هایی که در خارج از ضبط دوربین از یادهای گذشته‌های دور تا امروز صحبتش می‌کنیم. مسئله روز خروج پادشاه از ایران یک مسئله کوچکی نیست، دست کم در زمینه حرفه‌ای آقای لطفی، برای اینکه برای سرنوشت شغلی ایشون ورقی رو برگردوند که خواهید دید. ایشون نوشته‌ای دارن که من فکر کردم به جای اینکه ایشون اون رو همینطوری روایت بکنن، این نوشته رو عیناً جلوی دوربین بخونن. ممنونم که اینو پذیرفتید و آماده شنیدن این گفته است. خواهش می‌کنم. البته بخشای سیگانه خاطرات هم هست که انتشار پیدا کرده، ولی قسمت فرودگاهش رو من یه قسمتی گفتم باتون که مصاحبه انجام دادم بعد از اینکه گفتم وطن پرستان در انتظار بازگشتشانش هستن، آهی کشیدن گفتن فلان، بعد من بغضم ترکید. اون بغض ترکیدن بغض من باعث شد که بقیه هم به گریه بیفتن. این خواستم این توضیح بدم. در بخش قبلی همیشه مصاحبه‌مون در مقابل کوشک سلطنتی انجام می‌شد یا در داخل کوشک و اینا، این بار هم در بیرون کوشک، موقعی که تشریف بردن از پلا پایین صحبت کردم. اینجا نوشتم در بخش‌های قبلی خاطرات هم از جریان سفر اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر همراه با اعلی حضرت شهبانو ایران از فرودگاه میرآباد و مصاحبه کوتاهی که در برابر کوشک سلطنتی با اعلی حضرت انجام دادم به طور خلاصه نقل کردم، ولی نکاتی را که در فرودگاه قبل از اینکه شاهنشاه و شهبانو سوار هواپیما شوند و من شاهد آن بودم را مطرح نکردم و به همین جهت می‌خواهم به این نکات اشاره کنم. شاهنشاه در درون سالن کوشک سلطنتی با اعلی حضرت در حال گفتگو بودند و هواپیمای 727 شاهین در باند فرودگاه مهرآباد آماده پرواز بود. ارتشبرد قره‌باغی رئیس کل ستاد ارتش که در سالن انتظار بود پوشی آبی رنگ در دست داشتند که تصور میکنم برای تقدیم به حضور پادشاه آماده کرده بود، و درست هنگامی که بدرقه کنندگان در حال خداحافظی بودند، در این هنگام ارتشبرد قره‌باغی پوشی را از زیر بغلش درآورد، به دست گرفت و از شاهنشاه پرسید در غیاب اعلیحضرت گزارش‌های نظامی را چگونه به عرض برسانیم، و پادشاه در پاسخ او را خطاب قرار داد و گفت چه گزارشی؟ وقتی من در سفر هستم می توانید با دولت که مجلس نیز به آن رأی اعتماد داده همکاری کنید، ولی توجه داشته باشید که یک وقت دیوانگی نکنید، یعنی تیراندازی به سر مردم نکنید، تیراندازی نکنید، که تأکید شاهنشاه بیشتر در مورد پرهیز از خشونت علیه مردم و یا خونریزی بود که مرتب به فرماندهان ارتش نیز تأکید می کردند. این واقعیت های تاریخی است، باید بدونن مردم. دست جدیدم بدونه اینکه دروغ میگفتن، شاه گفته دستور داده بکشن، بران دروغه. در مشهد وقتی داشتیم میرفتیم، اومد یک دهاتی یک گوسفند رو سر ببره جلو اعلی حضرت. اعلی حضرت جمع محافظت دویدن در جلو نذاشتن، به گفتن که اصلا اعلی حضرت عصبانی میشه، ناراحت میشه، نکنی گوسفند رو که نذر بکشه. حالا این گفت چه گزارشی؟ وقتی من در سفر هستم میتونید با دولت اون آن رأی اعتماد دادند همکاری کنید، ولی توجه داشته باشید که یک دیوانگی نکنید، که تاکید شاهنشاه بیشتر باشه. این نکته را یادآورم که در کوشک سلطنتی دقایقی به طور خصوصی با ارتش قره‌باغی صحبت می‌کردند که از آن اطلاعی ندارم، ولی پس از انقلاب شوم اسلامی و اجرای توطئه بین‌المللی، ارتشبرد قره‌باغی رئیس کل ستاد ارتش که بالاترین مقام نظامی را در غیاب فرمانده کل نیروهای مسلح شاهنشاهی بر عهده داشت و معمولاً با توجه به توصیه‌های پادشاه ایران مبنی بر اجرای قانون و همکاری با دولت بختیار می توانست نقش موثری در خاموش کردن شعله‌های آتش آشوب داشته باشد، باز هم در لحظاتی که کشور را ترک می‌فرمودند می‌گفتند ما گزارش‌ها را چگونه به عرض برسانیم، و شاهنشاه نیز پاسخ می‌دادند که وقتی من نیستم چه گزارشی؟ فقط دیوانگی نکنید. این نکته بود که همه میگفتن اونجا موقع میزنن. بعدا متاسفانه من یکی از ایرادهایی که در تاریخ و وقایع این 100 سال گذشته میبینم این است که
کسانی مثل شما که ناظر و حاضر بودن نه. مهم نیست که این حقیقت به نفع یا به ضرر تاریخمون رو باید خودمون بنویسیم و نه دشمنانمون. این که شما شاید پادشاه این گفتشون درست نبود ولی باید گفته بشه. باید گفته بشه. و این سکوت حقایق متاسفانه تا به امروز ادامه داره. حتی در وقایع امروز که به واکسن کرونا رسیدیم هنوز حقایق رو نمیگیم. برحال آقای لطفی، من میدونم که این مصاحبه شما هزینه سنگینی برای شما داشت. اتهام شما برای اینکه شما رو زندانی کنن چی بود؟ ببینید، من که رفت بودم اهواز برای اینکه اومدن اونجا شما رو دستگیر کردن؟ تو اهواز اومدن، من خونه برادرم بودم، بعد چند تا از مامورای کمیته، اون موقع هنوز کمیته بود، چند تا از مامورای کمیته اومدن کار رو یاد نگرفته بودن، ریختن تو خونه برادرم. من خونه برادرم نبودم چون هیچ جام عوض میکردم. بعد دامادمون گفتش که خب تو اینا چیزی نمیخوان از تو، میگن اگر ساواکی نیست فردا آزادش میکنیم. گفتم من ساختمون ساواک ایران رو نمیرسم کجاست. بودم که الان میگفتم هستم که تحصیل نداشتم که میگفتم آن میرم مجازات چند میگم ولی نیستم. اما اینا آدم هایی نیستن که بر من گوش کنن. رفتیم اونجا معرفی کردیم کمیته. اینا گفتن خیلی خوب باش بمون یه مدتی بمون توی زندان بدون محاکمه. یک ماه تموم. عرفات اومد ایران. بله، اهوازیاتون هست. بله، عرفات اومد اهواز. دوستای ما چرا اومد اهواز؟ تهران بود. چرا اومد اهواز؟ نه، از تهران اومده بودن اهواز. بعد بعضی هم پرچم اهواز هم دستشون بود. عرفات چرا اومد اهواز؟ نیومد. نه، اهواز چرا با چیز اومد دیگه؟ با چی بود؟ بازرگان بود؟ چی بود؟ به چه دلیل عرفات بیاد اهواز؟ نه، برنامه‌اش این بود. توش خبرنگارا هم اومده بودن. بله، نگاه کنید، خبرها هم اومده بودن. بعد این بچه‌ها دوستای تلویزیون و اینها رفت بودن که آقا این دوستی که آخه خبرنگار نمی‌سنده، این که کاری به این چیزا نداره که این چرا گرفته اینا. بعدم این تهران بوده، کارش خونش کارش تهران بوده، اینجا چرا گرفته؟ احمد خمینی پسر آقای روح‌الله خمینی گفت بود که خب این پرونده بشه برسید تهران. وقت اونجا رئیس کمیته اونجا گفت بود که برنامه فراهم کنین که این برگرده بره تهران. ببرینش با شما را از زندان اهواز بردن زندان بردن تهران. آره بردن. من که اصلا 10 ثانیه من بود هواپیما پرواز کنه، هواپیما داشت حرکت می‌کرد، پاسدار گفت نگه دارید یک زندانی داریم. اینا هم نگه داشتن هواپیما رو، ما رو بردن تو هواپیما. اونجا که رفتن بردن زندان اوین. گفت ببرش پیش رفیقشون. میدید کی رفیقم کی بود؟ روحانی؟ تغییر روحانی. من رو بخشین اینو میپرسم اگه میخواین. نه. شما رو شکنجه هم دادن؟ چرا؟ نه شکنجه که بزنن چیزی بخوام بگن؟ نه، اوائلش اونجوری نبود. فقط یه مرتبه از من یه رادیو گرفتن، چون زندانی قبلی که بیرون کرده بودن یه دونه مثلا چیزی رادیو ترانزیستی پیدا کردم، خبر رو همینجوری گوش میکردم. اومدن که گفتن یا کجا گرفت؟ گفتم من پیدا کردم. یک چیز از این چوبا زدن که چی کردن که نکن این کار دیگه، خیلی بشه نمیکنی. بازجویی ها از شما چی نمیکنی؟ نه، خب بلکه اولش بود. هنوز اینا به اون شکل نبود دیگه. مامورای کمیته بودن، بعضی هاشون خوب بود، بعضی هاشون بد بودن، بعضی هاشون کمونیست ها بودن توشون بود، توده‌ای ها بودن توشون بود. مشخص بود که این خب. ولی اصولا وقتی شما رو 6 ماه نگه داشتن دادگاه به چی رأی داد؟ بعد از چند ماه خانم هم یه زرنگی میکنه میاد دادگاه، میگه شما تلفن زدید که بیاین شوهرتون رو ضمانت کنید. حقیقت نداشت؟ نه، خانم هم باز پرسه میگه آخه چی گفته؟ گفت والا من نمیدونم، تلفن زدن گفتن که آقای لطفی رو چیز کنه. خب برای پرونده چه بیاریم؟ پرونده رو بردن و نگاه کردن و بعد فرداش یا پس فرداش یه بازجو اومد که کتاب فروش قوم بودش، مال قومی بود. بله، نشستم و گفت که چیکار میکردی شما با صاحب؟ گفت که من اصلا نمیدونم صاحب کجا بود. حالا اگه بخوایی باور کنی یا نکنی اونی شغل بود. خب پرونده ها قابل بررسی؟ آفرین. آره گفتم پرونده هم که هست، اگر باشه من با دروغ نمیخوام بگم که ترسی هم ندارم، برای هم تأثیر شما هستم، هر کار میخوام بکنی. ولی اصولا ربطی به سازمان امنیت نداشت. ما کلی خبری مثلا میگفتن اگر
این خبره رو باید بدین، اون خبره نباید بدین، مثلا ضد روس باشه نباید بدین، ضد آمریکا باشه نباید بدین. ولی اونجوری نبود که ساواک بیاد بیا آقا لطفی بیا برای ما خبر بیار برو فلان بیا. و چه شد که از ایران اومدین؟ آیا از فرودگاه اومدین یا از از فرودگاه؟ از فرودگاه. ممنونم که حقیقت گویی. نه نه آره رژیمی که شما رو من 6 ماه نگهداشت اجازه داد. نه اصلا دروغ چرا؟ ببینید حقیقت هیچ وقت پنهان نمیمونه. بله. باید آخ حقیقت رو گفت. من هرگز دروغ نگفتم. میفهمم. من وقتی که خبر 5000 فلسطینی رو که آوردم تو تهران، وقتی این خبر رو تنظیم کردم، آقای اگر اشتباه نکنم، آقای دکتر جهانبانی گفتش که آقا این هر خبری که میدن نباید بذاریم فلان اینا. گفتم چرا؟ خبرگزاری قاهره این گزارش رو داده. خب این از خلوم میگیم. نه آخه چیز اینا شرط احتیاط و اخلاق، احتیاط و اخلاق و ایناست. آقا 5000 تا رو من پیدا کردم کجا بودن فلسطینی ها رو، در خود شمیران قضا بهش آشپزی که شمارش یه ذره زیاد به نظر نمیاد. نه 5000 تا آشپزی که اونجا بود در شمیران یک دونه مغازه میوه فروشی داشت، خود اون گفتش که 5000 نفر فلسطینی ما نهار و شام میریم، شام میریم. حالا اون اگه دروغ بگه، من دروغ من عیناً از اون نقل میکنم. خب آقا هر چیزی هم به ما بگن که نباید تکرار کنیم. حالا اینا البته اینا سلاحشون رو از طریق سفارت ها برده بودن، حالا داستانشون از یا میدونیم. و اون جنگ آخر رو اسلحه به کار برد. من بارها به دوستان گفتم، گفتم یه حکومت جابر رو مثلا بخواید ساقط کنید، شما نمیتونید با صلوات فرستادن و اعتصاب کردن الله اکبر روی پشت بام، آره اینا شما بایستی با اسلحه، یعنی وقتی یه حکومتی آری از هر گونه پشتیبانی و حمایت مردم باشه، باید با اسلحه رفت جلوش ایستاد. بدون اسلحه شما اگر شاه جلو اینا رو میگرفت 100 سال دیگه هم سلطنت میکرد. نیست هم چیز این. برحال آقای لطفی داریم به پایان برنامه سوم میرسیم. اگر اجازه بدید در برنامه بعدی به خاطرات شما در فرانسه میپردازیم که نزدیک به 14 است همچنان و همواره. خیلی میشاخه، زیاد میشاخه. خب دیگه برحال هر 10 سال این دیگه تبحر شما برای مختصر گفتن. از اونجا که برنامه اول قول داده بودم از شما تشکر نکنم، تشکر نمی کنم و در برنامه بعدی و پایانی دیگر گفته های شما رو خواهیم شد.